من پدر رامین ازدیفر هستم. رامین فرزند اول منه. من دوتا فرزند دارم. رامین فرزند اولمه. رامین به واسطه علاقه‌ای که از نظر اخلاقی نسبت به مردم داشت، مردم دوستش، کلا انسان ها رو دوستش رامین، کلا همیشه به مد نظرش دوتا رشته بوده که رشته دبیری و یکی پرستاری، این دوتا رشته رو مد نظرش بود که مش وقتی تو رشته پرستاری قبول شدن و مشغول به کار شدن. چند سالشون بود؟ رامین 25 سالش بود. از بیمارستان که می اومد خونه، خب مثلا صحبت میکرم، گفت بیمار اومده بود، شرایط خیلی بدی داشت، به دستگاه وصل بود، انقدر مثلا بهش رسیدگی کردیم، دوباره تونستیم برش گردونیم و اینا. داستان کرونا، ما هم مثل همه مردم از زمانی متوجه شدیم که خب تو چین شیوعش از چین بود و فکر کنم تو همین دیما هم بود که صحبت شده بود که بیماری اومده، خیلی مرموز، ناشناخته است، مبتلا میکنن، سرایتش خیلی بالاست و هیچ نوع درمانی نداره. ولی این اواخر که مثلا تو همون بهمن و اینا بود، گفت که بیمار زیاد میاد، خیلی پذیرش داریم، خیلی سرمون شلوغ شده و اکثرا هم که میان مشکل تنفسی و گوارشی دارن، بعد بعضیاشون اصلا بدون هیچ نوع پیش زمینه و اینکه ما بدونیم چه اتفاقی افتاده فوت میکنن. رامین یه خصلتی داشت که باز اینم ما همکارا شنیدیم، چون خود رامین تعریف نمیکنم، گفتن که یه وقت بیمار واقعا بدحال میومد توی بخش، رامین اجازه نمیداد که همکارای متأهلش یا بعضا خانمایی که باردار هستن برن بالا سر بیمار، خودش میرفت و یکی دیگه از دوستاش دو تایی با هم دیگه کارهای بیمار انجام میدادن. بیمار کرونایی هم تو بخششون اومده بوده، رامین هم خب بیمار ضبط و ربط میکرده و این با طریق خودشان مبتلا شد به کرونا. روز قبلش به علت کسالت زیادی که داشت از بیمارستان مرخصی گرفته بود که مثلا بذاره خونه استراحت کنه. بعد از بیمارستان تماس میگیرن که رامین نیرو کم داریم، اگه میتونی پاشو بیا. که اون روز رامین واقعا با بدن درد شدید از منزل رفتن بیرون. باش مخالفت نکردیم، بگیم نرو بشین، حداقل حال خودت خوب شه، بعد بخوای بری بیمارستان. همین یک مرتبه و گفتم که رامین بمون خونه که این مقدار حالت بهتر بشه. ایشون هم موافقت کرده بود، چون من پدر شاغلیم، با هم کار میکنیم. رفتیم تقریبا نزدیک های ظهر بود، ساعت 11-12 بود، تماس گرفتم خونه ببینم که حالش چطوره، بهتری یا نه، که مادر بزرگش گفتش که رفتش بیمارستان. از که روز دوم که تو بیمارستان بوده، موقع استراحتش دچار نفس تنگی میشه، جوری که اصلا به دستگاه اکسیژن وصلش میکنن، بعد ازش سیتی میگیرن، اونجا مثلا متوجه میشن ریش سفید شده و عفونت داره، ولی باز خود دکترا به کرونا شک نکرده بودن. فکر میکنم 27 بهمن بود، دو روز و نیم که رامین تو منزل بود، داشتیم داروهاشو برش تزریق میکردیم، توسط آنژیوکتی که بهش زده بودن. از بیمارستان تماس میگیرن که بیماری که شما بهش سرویس دهی کردی، ایشون کرونا داشته، تست کروناش مثبت در اومده، شما هم باید بیای تست کرونا بدی. 9 روز 10 روز بستری شدن که 3 روز آخر بستریشون رو به علت اینکه نیاز داشتن به این دستگاه شش مصنوعی اکمو که ما صحبت کردیم، رابونو بردیم بیمارستان مسیح دانشور، اونجا به دستگاه وصلش کردن. تقریبا 3 روز هم اونجا بودن که متاسفانه رامینو رو سه اونجا دست. چه روزی از رامین رفتن؟ رامین 9 اسفند بود، اسفند 98. داغی که برای خانواده ها پیش میاد، این خیلی سخته تحملش، ولی چیزی بوده که خودش انتخاب کرده بود و واقعا خب عشق دادن به دیگران و زحمت کشیدن برای اینکه دیگران در آسایش و رفاه باشن کار هر کسی نیست که بتونه از خودش بگذره
به خاطر اینکه به دیگران زندگی ببخشه. کارش خوب خیلی قشنگه، امثال رامی. ولی خب واقعا تحمل داغشونم برای بازمانده خب خیلی سخت. فکر میکنم بزرگترین کار رو فعلا دارن اینا انجام میدن. کادر درمان همش، نه فقط پرستار. متاسفانه تو جامعه خیلی هستن که هنوز اینو جدی نگرفتن. بله. با اونا چه صحبت میخوام بهشون بگم که زندگی کردن خیلی قشنگه و هر ساعت و ثانیه که میگذره قابل برگشت نیست برای هیچ کدوم از ماها و دوست داریم که از لحظه لحظش استفاده کنیم، ولی نباید به شکلی باشه که این فرصت زندگی کردن رو از دیگران سلب کنیم. رامی خیلی زندگی کردن رو دوست داشت، زنده بودن هم دوست داشت، برای آیندهش کلی نقشه کشیده بود، کلی برنامه ریزی کرده بود، هم خودش هم ما. یه چند سالی بودش که رامین و خانومی که به حساب هم دوره بودن تو دانشگاه و تو بیمارستان هم همکار بودن، خانواده ها در جریان بودیم و قرار بودش که خرداد امسال عقدشون کنیم. وسایلشون هم تهیه کرده بودن که متاسفانه نشد، قسمت نشد. داغ عزیز اونقدر سخته که طبیعی بودن این قضیه رو نمیتونی بپذیری. فقط خودم رو واگذار کردم به خدا، ازش خواستم که بهم صبر بده، بهم توانایی بده. من هنوزم که حمزه رفتن رامین رو باور ندارم. هم از مسئولین میخواییم که واقعا کادر درمان رو حمایت کنن، هم از مردم میخواییم که با رعایت کردن نکات ایمنی پروتکلایی که وجود داره رو واقعا رعایت کنن، بلکه کمک بشه. چون ما کادر درمان اون هرچی فرسوده تر بشه، هرچی خسته بشه، آسیبش به خود ما برمیگرده و اینا هم انسان هم، یعنی چیز ما برای بشر نیستن، بالاخره تواناییشون در یه حد مشخصه و نیاز به کمک و مراقبت ما دارن و تنها کاری که ما میتونیم بکنیم این که این مسائل بهداشتی رو رعایت کنیم. ازشون میخواییم که این کار رو انجام بدن و در نهایت اصلا به فکر خودشون باشن، چون داغ عزیز ایشاله که برای هیچ کسی پیش نیاد، واقعا شیرازه خانواده رو به هم میریزه. میدونستم که رامین واقعا نسبت به سنش و نسبت به آموزهایی که ما بهش دادیم خیلی بلندتر و بالاتر از اون چیزیه که فکر میکنم. الان میفهمم که نمیتونم